بسم الله الرحمن الرحیم گران و تنوال و درن و و اورون و خواهران و برادران عزیز هموطن سلام ها اعترامات تعظیمات و تمنیات که مرا قبول بکنین استاس و دنک برغی دو خوشحالی و دو حسایی پهیله ما صحبت امروز با کمال افتخار به حضور شما تقدیم میکنم ما امروز مثل همیشه کدام بحثی ندارم اما بیاین که پیش از اینکه بحث شروع کنیم به حسب معمول اما کارتون برادر عزیز ما دلسوز های ببینیم که گله نکنن که کارتونشان نشان ندادیم اینجا ببینید که ولوسی جرگه افغانستان با فیصله که در قسمت قرار دادم کاری های استراتیجیک امرای امریکا کرده و احمدی نجاد البته معیوس و ناامید ساخته و این رقم همراه خلطه پولهاش رخصتش میکنه و نامیدش میسازه تشکر دل سوز سایب همکاری هایتان تلویزیون پیام افغان دوام بتین تشکر و همچنان یک سیدی بسیار مقبوله از طرف محترم سید مصطفی هاشمی به مروان شد که نوان عزیز در قلم رو نهان بینان در قلم نهان بینان واقعا یک مجموعه بسیار عالی است کسایی که البته به شعر و شاعری و به عرفان اینا علاقه دارن اگر سید مصطفی هاشمی صاحب همه مشراسه امرایشان تماس بگیرین و یک کاپی سی را اگر به فروش است از بگیرین و اگر برتون توفه می توفه بگیرین واقعا دلچسب است بشنوید بیننده محترم امروز آمدم که از حضور همه شما خداحافظی بکنم و ای آخری بار است که ما به صفحه تلویزیون پیام افغان ظاهر میشم یک سلسله عواد و اتفاقات البته در گذشته در ده, ده روز گذشته رخ رو داد که البته جناب محترم عمر خطاب رئیس و گرداننده و مالک و صاحب تلویزیون ایره را مسلحت دید که دیگه پروگرام های ما پخش و نشر نشد ما چون هر قدر فکر کردم بیان نکردیم و یا کاری نکردیم که موضوع ندامت داشته باشم و عذر بخوایم اگرچه که عذر خواهی به خود اما خصلت بزرگ عالی انسانی است اما طوری که من به عقیده خود احترام دارم و به آزادی بیان عقیده دارم امیر رقم من به فیصله جناب محترم عمر خطاب هم اعترام فوقلاد ده چند اعترام دارم هر فیصله ای که کردن پیش مقابل قدر است و از سمیم قلب ای را پذیرفتم و هر کاری از خود آغاز و انجام داره باید همین هم انجام شد گرچه که من در سابق هم بارها به با حضور خطاب صاحب تکالیف سیهی خود را به رسانده بودم مخصوصا مشکل رفت و آمد و درایو و اینا و مشکل بینایی که داشتم و خطاب سای بارها گفته بود که اگر تو برامدی ما دروازه تلویزیون پیام افغان هم بسته میکنیم اینقدر لطف و محبت و سمیمیت که من دیدم ما هم وطن عزیز ما زاده و پرورده یک خانواده و یک فرهنگ هستم که پایه های اساسی زوره لحاظ و پاس و احترام تشکیل میدم ما وظیفه اخلاقی خود میدارم که از صمیم قلب صادقانه از جناب محترم عمر خطاب تشکر بکنم ممنون استم مشکور هستم چهار سال قبل بدون جبر و بدون فشار و بدون کدام انگیزه مالی مرا آوردن و به تلویزیون جای دادن و پعلوی خود نشاندن به حیث یک کار و این همکاری در مثل که در پروگرام گذشته گفتم تکرارش نمی کنم در ساحه در محدوده تلویزیون باقی نماند روابط بسیار حسنه و قوی برادرانه و دوستانه را ایجاد کرد که پیش مقابل احترام است و هیچ ای نوه ارتباط به این مسئله بودن و نبودن من نمی گیره امو روابط البته مطابق امو انعنات افغانی قول این آیل انشالله که دوام خواهد کرد من هیچ یادم نمیره شب اولی که خطاب صاحب مرا خواست برای یک مصاحبه تاریکی بود رای تلویزیون هم گم کرده بودم اما چون آدم محافظه کار هستم همیشه یک ساعت یک کنیم ساعت وقت تر میام بالاخره راه را, را یافتم آمدم و خطاب صاحب آماده بود و تراد دست مرا گرفت و به استدیو آورد دو چوکی بود چوکی قایم و معکم خودشان گرفتن و یک چوکی دیگر به من دادن که همی سیستم هایدرولیک ازی خراب شده بود با مجرد که سر چاوکی شیشتم چند این چی پایان تر آمد و صحب خطاب صاحب قدش بلند و با قدم پخش بیز و قد بلند من ندارم و کسی هم مرا نگفت که طرف کمره سلکیانی و طرف خطاب صاحب سایل میکدم یک یک صحنه عجیب غریب بود که خاطر است تا حال بیاد من مانده من میرم اما ما برای جناب محترم عمر خطاب از بارگاه پروردگار عالم موفقیت سعادت سلامتی و خوشبختی میخوایم مخصوصاً مخصوصا که این رسالت بزرگی را که عبارت از پیام افغان است پیام کدام افغان پیام افغان رنج دیده درد کشیده بدون تظاهر پیام میلیون ها افغانی که زیر ظلم است سی و شش سال است که ظلم میکشه با احساساتش بازی شده با قلبش بازی شده همیشه فریب خورده و فریب داده شده پراگنده شده متشتت شده به نام اقوام تقسیم شده اقسام نفاق و شقاق در بین از اینها ایجاد کردن یک تعداد دزد و رهزن و فاسد و خائن و جانی بگذریم از عوامل خارجی بالای از این مردم حکومت میکنه خارجی به نحوی سر از اینا ظلم کرد و عناصر داخلی تا امیال ظلم کرده میره این پیام پیام افغان است و ما یقین دارم که آقای خطاب این رسالت بزرگ خود را درک کرده و امی که چراغی از ای تلویزیون روشن نگاه کرده آفرینش احسن تو آقای خطاب این کار آسان نیست من میفهم که زندگی شخصی خود را وقف اینمی خدمت بزرگ کرده من به حقش دعا میکنم به حق تلویزیون پیام افغان دعا می کنم با یک قلب بسیار خوشنود بسیار سرشار من امی تصمیم قبول می کنم لبیک می گم و از حضور شما ما رخصت می شم قرار بود که امروز هیچ پروگرام نشد نشه اما ما از خطاب صاحب خواهش کردم که برادر حداقل یک نیم ساعته را به بان که ما امرای بیننده های محترم یک دین اخلاقی است که خدا حافظی بکنم دیگه از همه خواهش میکنم که ویر ادعا نمیکنم که حیات تلویزیون مربوط ماست و یک نهایت خودخواهی است باز مردم فکر میکنن که من فلانی جا نبودم فلانی جای چپه خواد شد و از این روی به این روی خواد شد هیچ چیزی نمیشه برادر من جز یادها و خاطره ها خواد شدم اما تلویزیون پیام افغان به جا تلویزیون پیام افغان است و واقعیت های افغانستان زنده هست اگر ما این پروگرام که در لابلای واقعیت های افغانستان است نباشه واقعیت های افغانستان پاورجاست یک دانشمند دیگه یک فهمیده که از ما براتب داناتر است او خواهد آمد و همی پروگرام پیش خواهد بود یا اگر نه این واقعیت ها به انواع مختلف توسط خود خطاب صاحب توسط پروگرام های دیگه البته ای بربلا میشه و از واقعیت ها ما واقعیت پسندیدیم با واقعیت عقیده داشتیم با واقعیت ایمان داشتیم و البته که تلویزیون پیام افغانم این امیر سالت خود در برابر شما انجام میده در برابر ملت افغانستان انجام میده برادران ما مختنی های داشتیم خواهر عزیز من روزای اولی که به تلویزیون آمدم طبعا تماس های تلفونی باز بعضی وطندار شناخت نداشتند چون محیط پر از شکاکیت است هر رقم شک و تردید است می میشنفتم، حلق و گلونم خشک میشد کمک فشار بالا میرفت مسائل شخصی میگرفتم جوابای زشت و تند میدادم اما یک شب پا خود نشستم که جناب تو برای اقناع خودخواهی های خود آمدی یا برای خدمت مردم افغانستان تو خدمتگار اینمی مردم هستی هدف چیز هدف خدمت برای افغانستان است این که چی تاثیر آورده میتونی چی تغییر آورده میتونی مسئله علایده است اما تا حال جایی که رمی امکانات میسر است امی کبرست و امی میکرافون است تو باید امی خدمت تصادقانه انجام بدی تغییر در افکار ما آمد گفتم نه دیگه ما آزرده نشدم از شنیدن انتقاد تا وقتی که دشنام نشنیدم تلویزیون تلفن روشن ماندم گفتم بگو برادر و همی شیوه تحمل پذیری نتایج مثبت خود داد یک نتیجه که خود ما بیننده خود را به این قناعت آوردم که مرا بشناسم و دوم دیگه تاثیرات از این بالای دگرایی که تلویزیون سالار بودن و از تلفن سوی استفاده میکردن که منم کسی که خوب گپ میزد خوب که گپ نمیزد خراب پر کو اما همین تاثیر در دیگه جایام دیدم که من سر از این افتخار میکنم هدف مهم است هموطن عزیز من هدف خدمت افغانستان است کسی که امی خدمت ساده صادقانه قبول کرد باید با تمام اونمو امراضی که در وجود همه ماست عبارت از خودپرستی است و خودخواهی است و غرور است و ولا جریه دار شدم و مرا ولا اهانت کرد و مرا توهین کرد و ای از این گفه آدم بگذره بیاین که بریم به شیوه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم حضرت محمد تنها یتیم بچه به کسی که رسالت برش داده شد تنها تنها بود کم توهین شد کم تحقیر شد اما او هر روز میتونست که با یهود و با نصارا و با منافق و با شیطان دست به گریبان شود اما هدفش پیشش مهم بود هدف اگر که مقایسه از این پروگرام کت راه محمد و هدف محمد و رسالت حضرت محمد مصطفی کار درست نیست اما مطلب سر هدفمندی است که هدف چیست برای تعقیب از این هدف هیچ خودخواهی جای ندارد هیچ نوع تعصب جایی نداره هیچ نوع بدبینی و عب بغض شخصی جای نداره صادقانه بیشی پیش خدایت خودم خود مسئول بدان پیش ملت افغانستان خود مسئول بدان راست بگو حقیقت بگو و حقیقت صادقانه را بگو بدون از اینکه تحت تاثیر خب در ابتدا مردم میگفتن که عارف عباسی محمد زئیس و پشتون است میگه ولی من محمد زئیسم هر کسی یک قومی داره من این کار نکردیم بله و مامزایی یک شعبه پشتون از دورانی و غیر زالی. اما هیچ وقت اجازه ندادیم که مامزایی بودن من ما، یا پشتون بودن من سر طرز تفکر من سر احساس من سر بیان ما تاثیر بندازه این خدای ما شاهد است که خداوند مالک دل هاست من نوکر ازبک هستم من نوکر ازار هستم من اوکر تاجک هستم من در خدمتش هستم او مردم مظلوم بینوای راستی ظلم کشیده درد کشیده رنج دیده بدبختی که امروز ای قدر اینا از کوره های داغ ظلم و استبداد تیر شدن من خود هم اصلاح کردم با مرحله رسیدم که متدرجا بیننده ما را درک کرد امو تلفن را که با قهر و با غضب و با خشونت میگرفتم با محبت تبدیل شد با لطف تبدیل شد ما کلمات بسیار بسیار محترمانه شنیدم در انگلیسی یک گپ بسیار مقبول است که ره سلفلسنس میگن سلفلس هرقدر پالیدم که اگر در فارسی از خود بسازم کدام معنای خوبه نتانستم منتها یک معنایی که به این کمک سر, و کار داشت عبارت از خودگذری است نه تنها خودگذری خود فراموش کردن است خود را نادیده گرفتن است در برابر تمام غصه های افغانستان در برابر تمام درت های افغانستان در برابر تمام رنج های بیکران افغانستان در برابر آبروی ریخته شده و قار برباد شده و نام فروخته شده ای افغانستان باید ما خود فراموش کنیم ما بگوییم که خدمتگار افغانستان هستیم و در اینجا هیچ نو امو, امو مسائلی که راستی امی هدف از میزنه که او غرور است و خودخواهی است و جریادار شدن احساسات است و مرا تحقیر کرد و مرا توهین کرد دیگه با نباشه واقعیت بپذیریم تحمل پذیر باشیم انتقاد پذیر باشیم قبول کنیم افه داشته باشیم بخشایش داشته شما قبول کنید یک بیننده که همه شما نام از دور همیشه تلفن میکرد یک بار مرا متهم کرد که تو محمد زئیستی و پشتون و دیگه سی تاجکار میکوبی و تو چرا فلان کس بد میگی سعی یک شوه چون ما مریض بودیم تلفن خانه خود قطع نمیکردیم گل نمیکردیم شو تا بسو. این آدم برای من مسیج باند هر مسیج نیم ساته زن و فرزند و ناموس مرا دو زد ما او را می تانستم که امور سبت کنم نامشام یاد داشتیم برد بیارم بشنوانم که گوش کو که برادر این آدم به من چی میگه اما روز اید شد ما برش تلفن کردم گفتم برادر من عزیز من چرا قربانت شام تو اشتباه کردی تو غلط کردی من اوکر کس نیستم ما کدام پیوند دیگه ندارم ما از کسی پول نگرفتیم تو هم از امی از امی تعصبت بگذر مسائل مثل یک افغان بی به این مسائل است که جدا تجارب است به چی وقتش گران بایشو باره بگیرم البته بیننده محترم ای آبختنی های ما بود ما افتخارات هم داشتیم در این شرایطی که ما بیرون برآمدیم، اقدر زواهر مادی حاکم است و حاکمیت سر افکار مردم داره اه... که میارهای سنجش مردم و ترازویی که وزن میکنن مردم ترازوهای متفاوت است. مثلا در کدام جای خانه داری و این خانه تو چقدر مجلل است و کدام رقم موتر سوار میشی و دیریشی تو آیا جورج ارمانی است یا نیست یا یعنی نکتایی تو فلانی جایی است یا نیست یا ماه چند دفعه تو دعوت میتی و میمانی مندازی اینی اینی شهرت است اما اما با تمام این امیر رقم ذهنیت ها امیر رقم مادی پرستی ها هستند انسان های شریف و نجیب با وجدان و با مناعت و با قناعتی که البته میاره ها پیششان چیز دیگه است قضاوت ها تور است اونا خدمتگار خود را اونا خدمتگار صادق وطن خود را اونا خدمتگار راستگوی واقعبین خود را واقعیتگوی خود را مشناسن قدر میکنن و در شرایط کسب شهرت هم البته آسان نیست بعضی از دوستا مرا گفتن که تلویزیون پیام افغان بود که برای تو شهرت داد درست است تلویزیون پیام افغان یک وسیله شد اما کسب شهرت در این شرایط در این طرز تفکر تا که اهلیتی نباشه تا که لیاقتی نباشه تا که شخصیتی نباشه انسان کسب شورت کرده میتونه با می آید در تلویزیون و با میره اما نمیتونن که همون شهرت در بین جامعه من خواهر و برادر صادق صادقانه برای شما و یک برادر مثال از صدق دل صحبت میکنم امروز که همیشه صحبت کردیم یک امروز نیست گوخشین یک پیال چای بخوریم خیال یعنی یک شب سای بابا محفل آروسی بودیم خدا داناست که دروغ نبگم خدمت شما زن کوهنسال با چوب دست آمده از میز خود آمده پیش من استاد شده که آقای عباسی قربانت شام تو چشم و چراغ ماستی تو صدای ماستی من همیشه پروگرام می تا میبینم من که به طرف قد خمیده از این ای خانم محترم می دیدم و ای احساس پاک از میدیدم می دیدم که وطن خود دوست داره و همو صداهایی را که می خواهی بکشه از زبان من می برایه و دستایش بوسیدیم پشت سر دیگه خانم آمده جوان آمده کاکا کا جان پروگرام هایی تا می بینم در این شرایط و یا که در مراسم تدفین دیدیم که ده نفر همه تو قطار استاده منتظر است که امرای بغل کشی کنن عباسی صاحب چشم و چراغ ماستی عباسی صاحب افتخار ماستی عباسی صاحب صدای افغانستان استی برادر از این که افتخار بالاتر هست اگر من امروز میلیون ها میلیون ها دلار می داشتم اینمی افتخار و امی راحت به نصیب من نمی شد من نه خانه سر کو دارم نه موتر دارم نه یک زندگی بسیار بجلل دارم یک زندگی بخور نمیر دمی امریکا دارم در خانه کرایی زندگی میکنم اما با وصف تمام این گپا که ما مرا مردم قدر میکنه مرا مردم عزت میکنه از اروپا گرفته تا کانادا تا خود امریکا تا افغانستان باور کنین که ما به ده های میل از جوان افغانستان گرفتیم یک اتحادی گفته عباسی و کرای تیاری تبیتی اینجا میمانیم تو به موتر نی به سر شانه خود از میدان تیاره میبریم بیا یک چند بیانیه را به می کابل بتی باور کنین که ایره خلاف نمیگم این نمی افتخار است که در زندگی یک آدم ایره پیدا میکنه اما بر آمدن از تلویزیون قلب مرا جریه دار نمی اینمی این کفایت میکنه مسلحت به می البته مسلحت ندید ریاست تلویزیون که دیگه پروگرام های ما دوام کنه که خیر و شر تلویزیون خوده خودشان بهتر میدانند و ما می فهم که روشن نگه داشتن چراغ یک تلویزیون چقدر مشکل است از افتخارات دیگه که به نصیب ما شد امیز که ما به ده ها هزار هموطن خود باز صدایش برامد بازی ازش شنیدم بازی را نشنیدم با هزارها وطن پرست با هزاران ازاران آشق افغانستان ما پیوند شدم پیوند معنوی از لحاظ افکار از لحاظ احساس در هر نقطه دنیا که بودن اما چای خود دم میکردن پیش تلویزیون میشیشتن که امروز کوهن مرد عارف عباسی میعه و چار کلمه میگه اینمی برای ما یک تداوی روانی است ای در مجموع به همراه همه بود جوان و پیر و حتی حتی چپ گرا و راست گرا و ای متدرجن آمد متدرجن مرا پذیرفتند. امی که خود من یا مسیر تکاملی طرز دید خود پیمودم و اصلاحات در طرز دید خود آوردم و همچنان امی صداقت پیام مرا مردم درک کرد برادر بهایی که در برابر آزادی بیان از طرف ما پرداخته شده بسیار بهای کم است مردم های دیگه در طول تاریخ برای عقاید خود برای مفکورهای خود قربانی های بسیار بزرگی را دادن خوب از استادن یک برنامه تلویزیونی و قدر چیز نیستی به بسیار کم است که آدم برای یک ارزش والا برای یک هدف مقدسی را از با کمال احترام به فیصله دیگه صاحب زنجیر وحدت و همدلی و همبستگی فکری با یک عالم دانشمندا فامیده ها صاحب نظرا ما پیدا کردم مردمایی که به مراتب از ما کده دانشمند بودن فهمیده بودن صاحب مطالعه بودن تلفن نمی کردن. اما بعد از پروگرام تلویزیونی به امراهشان به تماس بودیم ما از فهمشان از دانششان از تجاربشان همه فیض بردیم و همونا به مو بزرگواری خود میروانی کردن لطف کردن مرا تشویق کردن که تو واقعا اولاد صدیق افغانستان است ما از این نیم را که برای ما میسر شده نمیخوایم که خود ستایی کنم یا از خود چیزی بگویم اون من تا این چیزهاییست که اتفاق افتاده همین افتخارات ما بوده و همکارهای بسیار نازنین در تلویزیون داشتیم بازشان تشریف دارند، بازشان نیستن احترامشان فوق پیش ما زیاد است ما همی مفکوری خانواده بودن تلویزیون همین مفکوره را ما ساختیم دیگه از افتخارات ما بوده که تنها پروگرام های ما من منحصر و مسائل سیاسی نبوده درد وطن اول یک مفکوره داشتم که اگر ما یک صندوق ایانه ملی رو بسازم در امریکا هر خانواده پنج دلار و در اروپا پنج ایروی را به می صندوق پرتن که به صورت منسجم به صورت درست منظم ما بتاره به افغانستان به صورت معقول و دوامدار کمک کنیم ای که یک جاکت را در جان کس کنیم و یک را در پای کس کنیم این چاره نیست این علاج نیست نه بیا که برش کار پیدا کنی بیا که ترویش کنیم بیا که در فن در بگیری در امان این که با پای خود استاد شود دیگر موتاج عبی کمکی با تو نباشه این مفکوره ما بود سر از این بسیار کار کردم اما متاسفانه که چونی تشکیل بسیار وسیع کار داشت از اوده یک تلویزیونی برامدن هم ای رقم ای, ای مفکوره نامکمل اما ایان جمع آوری هایی که شده ما سهم گرفتیم با کمال افتخار میگم که به ظرف یک و نیم روز ما تانستیم که ما و تیورشای حسن در زیر سقف امی تلویزیون با استفاده از اعتبار و نام امی تلویزیون ما یک سد و بیست هزار دالر یک سی هزار دالر جمع کنیم و در پالوی ازی مرا آرام نمی گرفت ای این خو یک وسیله است که برای تو خدا داده کار خیر کوسب سایب دکتر سایبایی بودن با مصرف خود به ابتکار خود افغانستان می رفتن و می آمدن. برادر تماس گرفتم که چرا تو پراگنده میرین بیا این کبیر انسجام بتیم سای بعد از مذاکرات بعد از بسیار بجالس اسکایف بگیر نمان بالاخره موفق شدیم که همین انجمن دکترای رضاکار برای افغانستان بسازیم که فضل خدای کریم و رحیم اینا بسیار خدماتشان پیش رفته دمی ماه جون تقریبا چهار نفر داکتر ما افغانستان میره و ما یگانه خواهشی که از تلویزیون پیام افغان دارم که همکاری خود با اینا دوام بتن گاه و از فعالیت هایشان نشر کنن دیگه کنن و در اینجا من ضرورت میبینم که از یک تعداد بزرگوارایی که دمقه وقت دعوت مرا قبول کردن با ما مصاحبه کردن و بعض وقتا ما از مشوره هایشان برخوردار بودیم از بزرگوار محترم دکتر صاحب سمد حامد که با ما لطف خاصی داشتن ما از صمیم قلب تشکر میکنم اگر که اونا میمان برنامه هیچ وقت نشدن و می من مریض هستم حوصله گپ زدن ندارم جناب محترم استاد بزرگوار ما غلام حیدر دا... داور البته چندین بار میمان ما شدن دانشمند محترم استاد سید عبدالله کاذب که هر یک ماه بعد دو ماه بعد برنامه میشد من از دانشش از فضلش من فیض می بردم بیننده های من فیض می بود همچنان آقای دانشمند و فاضل محترم عبدالعزیز فروغ یک متخصص ورزیده کودکار امور انکشافی و پلانگذاری افغانستان برنامه های بسیار جالب اقتصادی را از طریق امی برنامه خدمت شما تقدیم کرده و شما شنیدین همچنان ما از جناب محترم پروفسور علی احمد جلالی اظهار امتنان دارم که دعوت های مرا قبول کردن دو سه باری امرای ما مصاحبه کردن و مصاحبه البته خوبی بوده یه نمی بزرگوارایی بوده که من و فراموش نکنم که دانشمند محترم موسفید محترم سید خلیل هاشمیان بارها کتی پروگرام گرفته مشوره داده لطف کردن شخص قابل احترام هستند شخص مطبوعاتی هستند و بزرگوار محترم دکتر صاحب ستار سیرت که بعضی وقتهایی که ما مسائل در مسائل دینی نمیفهمیدیم و مشکلات داشتیم امرایشان تماس گرفتیم ازشان معلومات خواستیم این معلومات به ما دادن هیچ وقت صحبت ما و سیرت صاحب سیاسی نبوده سر مسائل دیگر نبوده ما فقط از دانششان از فهمشان استفاده خود کردیم و اینا لطف کردن همیشه همی معلومات و خدا بیامرز خدا غریق رحمتش کنه ایمای مای جون است به که سالشان هم پوره میشه مرحوم فضیلت ما مغفور عزت جان مجددی یک دعاگوی ما بودن بعضی وقتا که شناسایی مردم پیش ما مشکل میشد میگفتم که حضرت صاحب ابی فلان کس کی است میگو پدرش چیست و پدر کلانش چیست و مادرش چیست و دخترایش اینی داماتایش هست و این نواسایش همه را میشناختن یک این سایکلوپدیای مکملی بودن که خداوند غریق رحمت خود کنیش برادر بر یک بنده عاجز بیچاره غریب بینوا از این کده افتخار کجا پیدا میشه که اینقدر در جامعه در مدت چهار سال بتانه که دوست و مهربان و اینا از شما بیننده های محترم از تلفون کردن هایتان از لطفتان از نظریاتتان ای که در پروگرام تلفون کردین یا در خانه تلفون کردین از قهرتان از غذاب هم تشکر می شما میربان بودین به حق من و امو کسایی را که اینا متهم می که مثلا اینا اجاره دار هستن و دیگه قاضی صاحب همیشه صدایت به گوش بس این طرز تفکر خودت طرز دید خودت رای خودت بود اما پیشی یک دوست ما بودی عمر دیر شد همیشه می آمدی اسفندیار صاحب با بو صحبت های ملایمت که همیشه که اسفندیار صاحب صحبت می من میگفتم که بعد این تمکین کساقی ساقی باده در پیمانه میرسد رسد و امورم خوش داشت و صحبت میکردن جناب محترم ملیار قاصد صاحب که همیشه اما احساس وطن پرستی خود فکر میکرد کل مردم کر است اینقدر بلند می صحبت میکردند همیشه و قلب ما جای دارد جز خواهد جان از لندن و امی برادر هزاره ما که من متاسفانه نامشان نفا... با چی شیرنی و با چی مقبولی صحبت میکردن این خاطرات خوش زندگی ایم است ولو که تکرار هم میامدن همیشه هم تلفون میکردن برای من اگه افتخار بوده ما قدر می کردم بعضی وقتا اگه داشت من برادر آخری صحبت می کنم که صحبت های من بالای اشخاص هیچ نوع انگیزه شخصی نداشته من یک آدمی را زیر بحث قرار ندادیم که او مربوط کدام قوم است هیچ وقت قومی از او مطره بحث من نبود تنها اعمالی از او و چیزهایی که او در حق مردم افغانستان کرده ما او را مورد قضاوت قرار داریم یا گروپ بوده یا تنظیم بوده یا هر چیزی که بوده خدای ما بالای سریم است ازاره، ازبک، تاجک، نورستانی، پشتون همه پشایی همه اقوام افغانستان توته قلب مستند و در خدمتشان هستم مصروفیت های بسیار در زندگی دارم قلم شکسته دارم کلوچک یک اعتراف آخر را میکنم. بی اجازه بیتین فرزاد جان یک یک دقیقه که من امیر عرض کنم من همکار قلمی پورتال افغان جرمن آنلاین هستم چون موقف تلویزیونی داشتم باز مسائل به زیر نام عارف عباسی بنابر باز ملحوظات نوشته کرده نمیتونستم. میتونستم نام مستعار داشتم به نام سالم سلامت که ما وزیر نام عارف عباسی وزیر نام سالم سلامت مقالات نوشته کردیم منتها ما دو چیره را به خود نگرفته بودم که اگر زیر نام عارف عباسی ملی گرا بودم و در زیر نام سالم سلامت خائن ملی بودم اتر نبودم ما با زیر هر دو نام امور رسالت خود را امو ایم وظیفه اخلاقی و ایبانی و وجدانی خود با اولمو امانت داری قلم اما ملحوظاتی بود نام مستعار انتخاب کردن کدام گناه نیست و من کدام گناه را مرتکب نشد حالی که این موقع برابر شد برای شما میگم که سالم سلامت عارف عباسی بود شما برین با آرشیف افغان جرمن آنلاین اگر شما کدام مقاله زد منافع ملی را کدام مقاله خائنانه را او یافتین بگین کار فعباسی والا تو دی چیره داشتی وقتی نیم ساعت پروگرام ما پوره شده من از جناب خطاب سر تشکر می کنم که همین وقت در اختیار ما گذاشتن ممنون هستم با خاطره خوش با خاطره نیک بیرم و من از دوست عزیز خود فرزاد جان همکار تکنیکی خود که همه قدر سالها کتیم میربانی کده و پروگرام مرا مقبول ساختن و آوردن و این و از همکار عزیز خود در جمله از که عیسیت برادر خرد مرا داره تیمورشاه حسن تشکر میکنم دوست خوبی ما بوده میربانی کردن و ما هر وقت در پروگرام های خود لطف زیات نشان دادن از ما حد شام زیادتر مرا توصیف کردن و دگه کردن همیشه خاطراتشان به قلب است دیگه باقی شما را به خدای عالم اسپارم. موفقیت شما را سعادت شما را سلامتی شما را در مجموع به خانواده های محترمتان اما آمدیم در قسمت افغانستان بیاین که دست بالا کنیم و دعا کنین امرای ما که پروردگارا الهی تو رحمت تا بالایی مردم نازل کن ای مردم بیچاره و بینواره از مغزوب بودن بر رحمت شدگان الهی بیار الهی ای را ببخشی مردم الهی تو خیرت کرمت لطفت رحمتت شامل حال ملت افغانستان کو الهی تو به عظمت خود به روحانیت حضرت محمد پیامبرت و به برکت حرف حرف قرآنت پروردگارا الهی سعادت خوشبختی را وحدت به نصیب مردم افغانستان کو و از چنگال عزیز دی و دد و اهریمن الهی تو نجاتشان بکی خدایا بنده ها آجز مانده قدرت پیش توست آمین یا رب العالمین خدا حافظ شما